بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان نهایت عزیز، مسئولین گرانقدر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شما را باز هم خوش آمدید میگم به جلسه هفتم مضمون فیزیک بخش میخوانید. دوستا، ما در جلسات قبل در رابطه به واحد اندازگیری مقدار حرارت صحبت کرده بودیم که کالوین بود، درباره مقدار شدت جریان برق صحبت کرده بودیم که امپیر بود، و همچنان درباره شدت روشنایی صحبت کردیم که کندیلا بود. حال رسیدیم به سالینوری، که سالینوری چی است. بسیاری از مسئولین سوال میکنن که سالینوری شاید یک سال بسیار بزرگ باشه، ولی در اصل ای منظورشان، ای گپشان بسیار گپ به جای است. حال دوستان، ما میگیم سالینوری را در اصل میخوایم تعریف کنم با شما. یعنی یک سالینوری عبارت از فاصله ای است که نور در یک سال طی میکند. یعنی سالینوری یک فاصله است، یک زمان نیست. سالینوری عبارت از فاصله ای است که نور در یک سال طی میکند. ما در جلسات قبل با شما گفته بودیم که یک سال ما در اصل گفتیم. خب اول میخوایم که دوستا درباره خود سرعت نور صحبت کنم. ما گفتیم که در یک ثانیه نور 299,792,458 متر را طی میکنه. وقتی که نور در اصل یک فاصله بسیار بزرگ که در حدود 300,000، اگر تقریبی بگوییم 300 میلیون متر در یک ثانیه طی میکنه، پس در یک سال با چی قدر فاصله را خواهد طی کنه؟ دوستان، میخواییم به خاطر از همین که ما بفهمیم که آیا یک سال نور چقدر فاصله است، میخواییم با شما چی کنیم؟ این را کار کنیم. حال دوستان، پیش از اینکه ما در رابطه با برسیم که بخواییم که یک سال نوری را محاسبه کنیم که با چی مقدار البته فاصله است، میخواییم که یک سال پیدا کنیم که چند ثانیه میشه. در اینجا دوستان، ما با شما کار میکنم. اگر بخوایم که یک سال بخوایم به ثانیه تبدیل کنیم، پس ما میگیم که 60 ضرب 60 ضرب در 24 ضرب در میگیم 365 شبانه روز. 60 ثانیه که یک دقیقه میشه، ضرب 60 دقیقه میکنیم، ضرب 24 ساعت میکنیم، ضرب 365 شبانه روز میکنیم. حال دوستا، در اینجا ما وقتی که 60 ضرب 60 بزنیم 3600 ثانیه میشه. حالا وقتی که ما ضرب 24 بزنیم، میگیم 24 ضرب میزنیم همراهش، دو چه البته 6 4 مام 24 میشه، 24 4 حاصل آمد بر 2، باز 4 3 12، 12 و 2 مام 14 میشه. البته میگیم 2 6 مام 12 را 2 حاصل آمد بر 1، 2 3 6 6 1 مام 7 میشه. وقتی که ما این را جمع کنیم میگیم 4 میشه، این هم 6 میشه، این هم 8 میشه. دو تا صفر داریم اضافه میکنیم. یعنی دوستا، اگر ما 60 ثانیه را ضرب 60 دقیقه کنیم که 1 ساعت میشه، و این ارزش را ضرب 24 کنیم که یک شبانه روز به ثانیه تبدیل کنیم، 86400 ثانیه میشه. حالا دوستا، ما یک شبانه روز ما میگیم که 86400 ثانیه است، پس ما میگیم که 365 شبانه روز ما چند ثانیه است از 6 ساعتی که ما گفته بودیم، از او صرف نظر میکنیم. در اینجا دوستا میگیم که 86400 ضرب 365 شبانه روز میکنیم. در اینجا یک یکی ضرب میزنه، میگیم 5 4 مام 20 میشه، 20 صفر حاصل آمد بر 2، 5 6 30 30 جمع 2 مام 32، 32 رو 2 حاصل آمد بر 3، باز 8 5 40 40 جمع 3 مام 43 میشه. نوبت 6 6 6 4 مام 24، 24 4 حاصل آمد بر چند؟ حاصل آمد بر 2، باز میگیم 6 6 مام 36، 36 و 2 مام 38، 38 8 حاصل آمد بر 3، باز 6 8 48، 48 و البته 3 مام 51 میشه. نوبت 3 است، 3 4 مام 12، 12 و 2 حاصل آمد بر 1، 3 6 مام 18، 18 و 1 مام 19، 19 و 9 حاصل آمد بر 1، و 3 8 مام 24، 24 1 مام 25 میشه. 25. پس این را ما جمع میکنم دوستا، میگیم ای صفر، ای همیشه 6، ای هم ما میگیم چند میشه؟ 13 را 3ش حاصل آمد بر 1، 1 و 4 مام 5، 5 و 1 مام 6 میشه، 6 و 9 مام 15، 15 را 5 حاصل آمد بر 1، 1 جمع 10 مام 11 میشه، 11 را 1 حاصل آمد بر 1. خیلی افهم میخواییم، اینجا 2 بود، حالا میگیم 11 را 1 حاصل آمد بر چند؟ البته 1، 1 جمع 2 مام 3 میشه. پس در اینجا دوستا دو تا صفر در اینجا داشتیم، میگیم اینجا میگیم که چند است؟
دو تا صفر در آخرش اضافه میکنیم. پس ما میگیم که یک سال ما در حدود میگیم چند میشه؟ 100,000,000,000 31,536,000 ثانیه میشه در اصل. حالا دوستا اگر بخوایم که یک سال نوری را محاسبه کنیم که یک سال نوری ما چقدر فاصله است، پس ما اینی عدد که ما پیدا کردیم که یک سال البته 31,536,000 ثانیه میشه، این را باید ضرب سرعت نور کنیم. ضرب سرعت نور. پس در اینجا ما میگیم که یک سال نوری را بخوایم محاسبه کنیم، میگیم یک سال نوری ما میگیم مساوی می شود با در اینجا میگیم البته سرعت نور که 300 میلیون ما میگیم چی بود؟ متر بر سکند بود. ضرب در چی میزنیم؟ ضرب در میگیم سرعت، البته یک سال که به ثانیه تبدیل کردیم، میگیم 31,536,000 میگیم ثانیه یا سکند. دوستان میدانیم که مخرج زی یک است، پس در این صورت ما میتونیم بگویم که سکند با سکند خلاص. از اینجا ما میتونیم نتیجه بگیریم که یک سال نوری ما معادل میشود به اینی عدد ما ضرب چی میزنیم؟ ضرب 31,536,000 میزنیم. پس میگیم 3 ششمم 18 میشه، 18 8 حاصل آمد بر 1. باز میگیم 3 3 9 9 9 و 1مم 10، 10 0 حاصل آمد بر 1. باز 3 5 15، 15 و 1مم 16، 16 6 حاصل آمد بر 1. باز میگیم 3 1مم 3 میشه، 3 جمع 1مم 4 میشه. باز میگیم 3 3مم 9 میشه. در اینجا ما میگیم 3 دانه 0 اینجا داریم، نشته میگیم 1 2 3 و 7 8 0 هم اینجا داریم، 1 2 3 4 5 6 7 و 8. واحدشان بگیریم چی؟ متر. پس دوستان ما پیدا کردیم که یک سال نوری ما در اصل میگیم که چقدر فاصله است؟ صدها هزار میلیون میلیارد، البته میگیم تریلیون و کوادریلیون، 9,460,000,000,000,000 و البته میگیم 800 میلیارد چی است؟ البته متر است. اگر بخوایم به کیلومتر تبدیلش کنیم، پس ما میتونیم نشته کنیم که 9,460,800. باز جا میگیم 1,0,2,0,3,0 و بالاخره 1,0,2,0,3,0. این 3 تا صفرش از بین میره، واحدش میگیم کیلومتر. پس ما میتونیم پیدا کنیم که 100,000,000,000,000,000 و تریلیون، 9,460,000,000,800,000,000 میگیم کیلومتر میشه یک سال نوری ما. حال دوستان رسیدیم به موضوع بعدی ما. خب رسیدیم به موضوع بعدی ما که در رابطه به سیستم واحدات مهندسی است یا سیستم واحدات انگلیسی هم برش میگن. سیستم واحدات مهندسی یا سیستم واحدات انگلیسی در اصل به سیستم میگن که بر اولین بار انگلیس ها ساخته شد، ولی بدبختانه فعلا انگلیس ها از این استفاده نمی کنن، ولی آمریکایی ها فعلا هم از این سیستم استفاده می کنن. این سیستم از دوستا که به اساس قواعد اشاریه دار، البته چی از اتکا داره، یعنی وابسته به اعداد اشاری است. در اینجا ما میگیم دوستا در این سیستم که است، سه کمیت در اصل اساسی است. در سیستم متریک ما گفته بودیم سه کمیت اساسی است که طول بود، کتله بود و زمان بود، ولی در اینجا برعکس دوستا ما میگیم واحدات اساسی قوه است، طول است و زمان است. واحدات اساسی سه واحد است، قوه، طول و زمان است، که تمام از همی خود کتله را که اندازه میکنن به اساس ام مساوی میشد به اف بر ای اندازه میکنن. خب دوستان ما میگیم که چی است؟ در این سیستم ما زمان به ثانیه اندازه میکنیم، طول به فوت اندازه میکنیم، ولی کتله را که ما اندازه میکنیم به سلک اندازه میکنیم. که در اینجا ما میتونیم بگوییم که یک سلگ وقتی که تعریف کنیم، یعنی مقدار قوه است که بالای یک کتله یک پاوند عمل نموده، به آن به اندازه یک فوت در زمان سکند مربع تعجیل بدهد. این ما میگیم یک چی؟ یک سلگ. بازم تعریفش میکنم، یک سلگ ما عبارت از مقدار قوه است که بالای کتله یک پاوند عمل نموده و
یک فوت در زمان سکن مربع به اندازه یک فوت به او تعجیل میدهد. پسیر ما میگیم یک سلک. حال دوستان ما میفهمیم که یک پاوند موم در اصل 4.45 نیوتن قوه است. و همچنان دوستا یک سلگ ما مگر از جنس کیلوگرم بگوییم 14.59 کیلوگرم وزن داره. و دوستا یک فوت اگر ما بخوایم اندازه کنیم، یک فوت ما میتونیم بگوییم که یعنی یک فوت ما معادل میشود با چند، البته میگیم که 30.48 میگیم سانتی متر. و اگر این را بخواییم به متر تبدیل کنیم، پس ما میتونیم بگوییم که یک فوت ما مساوی میشود به 0.3048 میگیم متر. پس دوستایی بود سیستم واحدات البته مهندسی یا انگلیسی که فعلا از این سیستم ها ما استفاده نمی کنیم. رو دوستان میاییم در رابطه به موضوع بعدی ما که استفاده از سیستم واحدات در طبابت است. اگر شما دقیق شده باشین، ما همیشه و همیشه از سیستم واحدات غیر استاندارد در طبابت استفاده میکنیم. یعنی سیستم واحدات غیر استاندارد یعنی چی؟ یعنی غیر چی؟ البته غیر اساسی. یعنی از سیستم واحدات فرعی ما استفاده میکنیم. سیستم واحدات فرعی رو در جلسات اول با شما گفته بودم. با سیستم گفته میشود که در تعریف آنها از دیگر سیستم ها استفاده شود، یعنی مستقل نباشه. در اینجا ما مثلا میگیم که چی است؟ پاسکال. وقتی که یک نیوتن قوه بالای یک متر مربع ما میگیم چی کنه؟ البته فشار وارد کنه، ما میگیم یک پاسکال میشه. یا هم ما میگیم وقتی که یک داین بایه بالای یک سانتی متر مربع فشار وارد کنه، ما اینا میگیم یک چی؟ یک باری برش یاد میکنیم. حال دوستا ما وقتی که فشار اندازه میکنیم، مثلا ما میگیم حال فشار با پاسکال که اندازه میشه، پاسکال یک واحد چی است؟ البته غیر استاندارد است، واحد فرعی است. و همچنان باری هم در اصل یک واحد فرعی است. یا هم ما وقتی که فشار خون اندازه میکنیم دوستا، با میلیمتر ستون سیماب اندازه میکنیم، با میلیمتر ستون سیماب. حالا آیا میلیمتر ستون سیماب یک واحد اساسی است؟ نه خیر، یک واحد چی است؟ غیر استاندارد است. دوستا در جلسات قبلی هم با شما گفته بودم واحدهای غیر معیاری کدام واحدات بود. ما یک داستان با شما قصه کردم که گفتیم گالیله در کلیسا نشسته بود و بالاخره چی کرد؟ وقتی که توجهش به ضربان قلب شد، وقتی که تواجهش به ضربان قلب شد، دید که قلب ازی در اصل خونه وقتی که پمپ میکنه دو آوازه میکشه، یعنی لوب دوب لوب دوب. پس بالاخره این یک رقاصه را گرفت در اصل که ما میگیم در اصل از نگاه فیزیک ما یک گلوله را وقتی که به یک تار آویزان کنیم ما این رقاصه میگیم. یک رقاصه را گرفت که توسط از این رقاصه البته چی کرد؟ ضربان قلب خود اندازه کرد، یعنی لوب دوب لوب دوب لوب دوب. این سیستم واحدات غیر معیاری شد. یا هم دوستان ما در طبابت وقتی که استفاده میکنیم، مثلا ما میگیم که تعداد ضربان قلب در یک دقیقه. حالا تعداد ضربان قلب در یک دقیقه رو وقتی که ما اندازه میکنیم، آیا نمیگیم که ما قلب یک انسان در اصل در یک دقیقه از 60 الی 100 مرتبه در یک دقیقه میتپه، که اوسطش بگیریم 72 بار در یک دقیقه البته قلبش خون پمپ میکنه. پس یک واحد غیر استاندارد شد. یا هم ما میگیم تعداد تنفس در چی؟ در طبابت. وقتی که تعداد تنفس ما اندازه میکنیم، حالا در یک دقیقه چقدر تنفس میکنه؟ تنفس میکنیم که از 12 الی 16 مرتبه است. پس ما میگیم چی است؟ یک واحد غیر استاندارد است. و همچنان دوستان وقتی که ما اندازه میکنیم که یک بر سکند میگیم یا هرتز برش میگیم، وقتی که امواج مغزی را که انشالله در درسای بعدی بر شما بیان میکنیم که امواج مغزی در اصل فعلا که ما گپ میزنم، فعلا که ما لکچر میتم، در اصل از برکت اینمی امواج مغزی است که ما چند نوع امواج مغزی داریم: دلتا، تیتا، الفا، بیتا، گاما. یعنی 5 نوع امواج مغزی داریم که اینمی تمام حالتی که فعلا ما داریم، البته یا حالتی که در طول یک شبانه روز ما البته در بر میگیره، ایره در بر میگیره در اصل.
که امواج تیتا چه وقت البته مغز ما پخش میکنه، امواج دلتا چه وقت پخش میکنه، امواج البته میگیم که الفا چه وقت پخش میکنه، و همواج امواج بیتا که امواج بیتای پایین است و بیتای بالا است، و امواج گاما چه وقت پخش میکنه. در کدام حالتش ما خوب احساس میکنیم؟ آیا وقتی که یک شخص در حالت خواب میباشه کدام امواج پخش میکنه؟ این تمام از این امواج مغزی که است به اساس یک بر سکن اندازه میشه، که از یک بر سکن، از یک اهتزاز در یک ثانیه شروع، الا ما میگیم 43 یا 45 اهتزاز در یک ثانیه است، که انسان خیلی که امواج چی است، البته گاماست، که انسان خیلی عمیق وقتی که داخل یک موضوع میشه در او اسنا مغز از او امواج زیاد پخش میکنه، سیگنال ها زیاد پخش میکنه تا تمام قسمت های عضو بدن کنترل کنه. یا هم کسی وقتی که در حالت فکر کردن میباشه، میخواد درباره یک موضوع فکر کنه، یا در اوقات نماز خواندن که مغز ما امواج الفا پخش میکنه، یا در حالتی که عصبانی میشه، خیلی عصبانی میشه، مغز خودش البته از 23 الا 35 هرتز یا تعداد اهتزازاتش در یک ثانیه میشه امواج پخش میکنه، انسان خیلی عصبانی میشه. پس دوستا، باز انشاءالله ما در رابطه با این میخوانیم که ما البته ای از این واحدات ما در چی استفاده میکنیم، در طبابت از این استفاده میکنیم، و انواع واحدهای دیگه است که انشاءالله در سایه بعدی با شما بیان میکنیم. خب میایم دوستا در رابطه با موضوع یک معلومات اضافی است. ما بحث در رابطه با ضربان قلب کردیم، بحث در رابطه با تنفس کردیم. بسیاری مادرهایی که نو مادر میشن، یا دختر خانم هایی که عروسی میکنن و نو مادر میشن، وقتی که به طفلشان فکر میکنن، میبینن که ضربان قلب طفلشان زیاد است، یا برخطا میشن که در اصل چرا ضربان قلب ازی زیاد است، چون یا ندیدن و یک کدام بزرگان پیششان نمی باشه که برای همراهی برایشان مشوره بده، یا کدام دکتر هم، و همچنان تعداد تنفسشان زیاد است. پس ما میاییم ببینیم دوستا که از یک سالگی یا چند ماهگی شروع میکنیم تا 12 سالگی تعداد ضربان قلب و تعداد تنفس در یک دقیقه میخواییم مورد مطالعه قرار بدیم. در اینجا سنم ما مورد مطالعه قرار دادیم که کمتر از 12 ماه باشه هر طفل، تعداد تنفسش در یک دقیقه از 30 الی 40 مرتبه از دوستا، از 30 الی 40 مرتبه ای در اصل تنفس میکنه در یک دقیقه، و تعداد ضربان قلبش از 110 الی 160 است. چرا؟ بدن از او به می ترتیب عیار شده تا مقدار خون از زوزو چی کنه، البته پمپ کرده بره به تمام عضو بدن، و از 1 الی 4 ساله که است تعداد تنفسش از 20 الی 30 مرتبه در یک دقیقه است، و تعداد ضربان قلبش از 95 الی 140 مرتبه در یک دقیقه است، و همچنان اگر از 5 الی 12 ساله باشد، تعداد تنفسش از 15 الی 20 است، و تعداد ضربان قلبش از 80 الی 100 مرتبه 120 مرتبه در یک دقیقه است، و همچنان اگر بیشترتر از 12 سال باشد که بالغ میشه، پس ما میگیم از 12 الی 16 مرتبه تعداد تنفس در یک دقیقه است، و تعداد ضربان قلبش هم معیاریش که در اصل ما میگیم نرمال است، از 60 الی 100 است، و اگر از 60 کمتر شود به نام برادیکاردی یاد میشه، و اگر از 100 بالاتر شود به نام تاکیکاردی یاد میشه. حال دوستا، ای بود درباره موضوعاتی که ما با شما در این جلسه بیان کردیم. شما را تا جلسه بعدی به خداوند پاک و یکتا می‌سپاریم. خداوند نگهدار.